بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام و صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم، شب و روزتون به خیر و عمرتون پر برکت. مفتخریم که باز دمدمای اذون به افق تهران، دمدما که میگم حدود یه ساعتی تقریبا قبل از اذون، اذان ظهر توفیق رفیق شد که خدمت شما مشرف بشیم و شما هم اجازه دادین در خدمتتون باشیم. از همتون ممنونم، از اونایی که فرصت میذارن برنامه رو ظهر میبینن، از اونایی که صبح علی طلوع روز غیر تعطیل بعدی تکرار برنامه رو میبینن، از اونایی که قسمت‌های برنامه رو میگیرن خودشون خودجوش مردمی منتشر میکنن بازنش میدن تو فضاهای مجازی، از همه اونایی که گله گذاری میکنن که آقا این چه وقت برنامه پخش کردنه، ما میخوایم شوهرمون خونه باشه، پسرمون دخترمون خونه باشه، این حرفا رو با هم بشنویم، که البته ما هم همه تلاشمون رو کردیم که این برنامه بازپخش هم داشته باشه به لطف مدیر محترم شبکه‌مون. هم اونایی که خلاصه این برنامه رو میبینن ایراداشو میگیرن، تعریف میکنن، تشویق میکنن، ذره پروری نسبت به این بنده میکنن، از همتون که همراه کاروان تانیایش هستید ممنون و متشکرم. انشالله که خدای متعال این توفیق رفیق شده یعنی همراهی شما رو از ما نگیره. 26 روز اردیبهشت ماه هست و اونایی که دارن تکرار برنامه رو میبینن 27 روز ما در خدمت استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حاج ابوالقاسم که بهشون سلام عرض میکنم، خیلی هم خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه هموطنان عزیز، بینندگان ارجمند، و در این ایام فصل بهار امیدوارم که بهترین ایام روزشون رو، روزگارشون رو سپری بکنن و در آینده هم انشاءالله روزهای بهتری رو پیش رو داشته باشن انشاءالله. منم عزیزه فرمایید تشکری بکنم از عزیزانی که پیامک هایی رو برای برنامه می فرستن. همونطوری که حضرت عالی ملاحظه میکنید بنده هم تمام پیامک ها رو میخونم و از لطف و محبت هموطنان عزیزمون واقعا سپاسگزارم، و همچنین از نکاتی که گاهی در قالب انتقاد یا پیشنهاد مطرح میشه واقعا استقبال میکنم. جواب سوالات رو بعضی هاش رو در لابلای صحبت ها گفتیم، مثلا عزیزی پیامکی دادن من نگاه میکنم، خب ما تو برنامه بعدش یا تو همون برنامه بعد از اینکهشون پیامک رو دادن جواب دادیم احیانا، یا گاهی اوقات بعضی از سوالاتی است که بیشتر جنبه استفتاء داره و خب شأن و رسالت این برنامه پاسخ به استفتاءات شرعی نیست، بیشتر ما به ابعاد معرفتی احکام فقهی میپردازیم، مبانی و آثار و اسراری که در اونها نهفته است، لذا اونها رو من تقاضا میکنم بینندگان عزیزمون، ضمن عذرخواهی از اینکه ما در این برنامه بنا نداریم به تک تک استفتاءات پاسخ بدیم، خواهش میکنم این تیپ از سوالات رو به دفاتر مراجع معظم تقلید ارسال بکنن، در فضای مجازی به راحتی قابل دسترسی هست دفاترشون. بعضی از این بزرگواران که اینها ذخایر الهی هستند و واقعا نعمتهای خدا هستند و باید قدرشون رو بدونیم، به صورت آنلاین حتی جواب استفتاءات رو میدن. تو فضای مجازی فقط نام مرجع معظم تقلیدشون رو اگر سرچ بکنن به راحتی لینک دفترشون رو پیدا میکنن، میتونن استفتاءاتشون رو از اون طریق پاسخ بدن. تقریبا میشه گفت همه دفاتر مراجع ازام تقلید همین سامانه پیامکی رو هم دارن، شماره تلفن تماس رو هم دارن، همه دارن، یعنی همین اس ام اس و پیامکی که به ما میدن همون رو هم میتونن بفرستن. این عرض کردم که به خود نکنه حمله بر بی‌اعتنایی نشه اگر ما بعضی از چون سوالات زیاده، من گاهی نگاه میکنم برای یک برنامه ما قریبه به بالای 140-150 تا سوال فقط سواله که فقط همونا رو بخوایم جواب بدیم باید چند برنامه فقط پاسخ بدیم، و خیلی هاشم خب از طریق دفاتر مراجع معظم تقلید قابل پاسخ گرفتن هست. بسیار خوب. اما این معناش این نیست که شما پیام ندید، معناش این نیست که شما سوال نفرمایید، سوالتون رو بپرسید مطرح کنید، اما این سوالاتی که دنبال حکم فقهی هستید رو فرمودن که از این استفاده بکنیم. ارتباط یه وقتایی مناسبت ها که پیش میاد جناب عالی و دیگر استادان محترم یه وقتایی این شاگرد اعمال اون روزها رو میگیم، یه اشاره میکنیم، منتها من دعبم بر اینه که کامل نگم، نه اینکه بخوام خصت کنم و نه بخلم، نه به خاطر اینکه ماها رفاقتمون رو با این یادگار ماندگار کسی که خدا توفیق آرمیدن
در مسجع شریف امیرالمؤمنین به او عنایت کرده. مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه صاحب مفاتی، با مفاتی رفاقتمون بیشتر کنیم، باز کنیم این اعمال رو ببینیم، آداب ببینیم، و قطعاً برای ما مثلا میام دنبال سوال بگردیم، دنبال ادبی و عملی بگردیم، چهار تا چیز دیگه هم گیرمون میاد و این باعث میشه که انشالله توفیق بیشتری پیدا کنیم. خیلی خوب، یه بخشی ببینیم، برگردیم در خدمتتون باشیم. در خدمت شما. یکی دو تا سوال انتخاباتی از شما دارم. خواهش میکنم، بفرمایید. خب حالا ممکنه بعضی از بیننده‌ها گفته باشن ای بابا هویت برنامه عوض شده، این برنامه معارفی بوده، سوال انتخاباتی. نه، من عرضم اینه که ما سه روز دیگه یه حماسه بزرگی رو از ملت شریف ایران شاهد خواهیم بود که شاید سالهای قبلتر من و همکارانم می اومدیم می گفتیم ایشالله 22 بهمن منتظریم راهپیمایی عظیم 22 بهمن، روز قوس، انتخابات. اما الان پیشا پیش دعوت که نمی کنیم هیچ تشکر می کنیم و افتخار می کنیم و ادعا می کنیم که این حماسه خلق خواهد شد بدون تردید، چون هموطنانمون رو می شناسیم. دو سه روز مونده به انتخابات، امروز 26 همه اونایی که دارن برنامه رو میبینن، جمعه این هفته هم انتخابات. حالا علاوه بر انتخاب ریاست جمهوری 12 شوراها و بعضی از جاها میان دوره مجلس و اینها، بحث هفته گذشته جناب علی یه جورایی با اینکه سفره پاک و لقمه حلال بود مرتبط با این موضوع هم بود. خواهش میکنم که همون بحث رو ادامه بدین، ضمن اینکه فرمودین مصادیقش رو هم میخواید بفرمایید. بله، منم اجازه بفرمایید که در ابتدای دو سه تا نکته راجع به انتخابات عرض بکنم. اولا انتخابات همونطوری که رهبر معظم انقلاب فرمودن یک هدیه الهی است برای مردم شریف ایران که به وسیله این انتخابات میتونند جریان کشور رو در چند سال آینده با دستان خودشون به پیش ببرن و در واقع اثرگذار باشن در مدیریت کشور. قرآن کریم می‌فرماید که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. مردم وقتی خودشون بخوان میتونن سرنوشت اجتماعی خودشون رو تغییر بدن، رقم بزنن، جلو ببرند. و به حمد الله این زمینه بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی برای مردم شریف ایران فراهم شده. این نکته رو عرض بکنم مردم بدانند ریاست جمهوری اونقدر مهم است که تصور نباشد که ما با انتخاب رئیس جمهور برای 4 کشور داریم برنامه ریزی میکنیم. خیر، گاهی اقدامات یک رئیس جمهور تا سالها اثراتش آثار خودش رو، حالا چه آثار مثبت چه منفی، بر کشور باقی میگذاره. لذا حتما باید با توجه بسیار بالایی در این امر مهم شرکت بکنیم و همچنین شوراهای شهر، که شوراهای شهر واقعا نقش بسیار مهمی در مدیریت شهری دارن و در فضای فرهنگی شهرها هم بسیار مؤثر هستند. نکته دیگه، آیه شریفه قرآن رو بخونم که خداوند می‌فرماید که ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم، سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. اگر خدا رو یاری بکنید خدا هم شما رو یاری میکنه. ما با شرکتمون در انتخابات صرف نظر از اینکه به کی رأی میدیم، هر کس که نامزد مورد تأیید ما هست، نفس شرکت ما در انتخابات یاری خداست. چرا؟ چون حضور ما در انتخابات مایه اقتدار کشورمون میشه، قطعا مایه اقتدار نظاممون میشه. هرچی تعداد آرا بیشتر باشه اقتدار این کشور بیشتر میشه. اقتدار این کشور که کشوری است که داعیه دار دین و داعیه دار معنویت هست، یعنی کمک به خدا. ان تنصر الله ينصركم، اگر کمک کردیم به خدا یعنی کمک کردیم به دین خدا، یعنی کمک کردیم به نظامی که در جهت تحقق اهداف پیامبر گرامی اسلام و خواسته های خدای متعال داره حرکت میکنه. اگر این اقدام رو انجام دادیم خدا هم ما رو یاری میکنه و این خیلی روشنه. این یه معادله بسیار ساده و روشنه، 2 2 تا 4 تا. اگر نظام مقتدر شد خیلی از مشکلاتش رو میتونه حل بکنه. و یکی از اساسی ترین مؤلفه ها و شاخص های این اقتدار همین حضور مردم در صحنه های مختلف مثل انتخابات. اصلی ترین شاخص هست، اصلی ترین شاخص حضور مردم هست. ولذا رهبر معظم انقلاب یکی دو بار این جمله رو تأکید کردن و من هم میخوام این رو عرض بکنم پیرو ایشون. اون چیزی که سایه جنگ رو از کشور ما دور کرده حضور مردم هست، اقتدار
نظام که بر پایه حضور مردم شکل گرفته این است که سایه جنگ را از کشور دور کرده. نباید بعضی از گروه ها احزاب خیال بکنن اونها تونستن یا تأثیر کار اونها بوده که دشمن از حمله به کشور ما منصرف شده. خیر، اونی که دشمن رو منصرف کرده از حمله به کشور ما حضور یک پارچه مردم و اقتدار میلیونی مردم در پای صندوق‌های رأی است. انشالله من امیدوارم در این انتخابات پیش رو یک رکوردی رو نسبت به انتخابات‌های گذشته در کشورمون شاهد باشیم، یک درصد بالایی رو انشالله در انتخابات حضور پیدا بکنند. انشالله. و نکته دیگر راجع به این که چه کسی رو انتخاب بکنیم. ببینید، اگر ما می‌خوایم کشورمون کشوری باشد که تعالیم قرآن و روایات در این کشور جاری بشه، باید به کسانی رأی بدیم که آراسته به ویژگی‌های مردان خدا در قرآن هستند. بالاخره مردان خدا در قرآن چه ویژگی‌هایی دارند؟ کسانی که اگر ما به خداوند متعال بگیم خدایا ما می‌خوام کشورمون رو اداره بکنیم، به کیا بسپاریم؟ خدای متعال چه کسانی رو و چه ویژگی‌هایی رو برای مدیران کشور به ما معرفی می‌کنه و ارائه می‌کنه؟ صادق بودن، پاک دست بودن، به فکر فقرا و محرومان بودن، شجاعت باید داشته باشه در مقابل نظام استکبار بتونه بیسته با صلابت، همونطوری که در آیات نورانی قرآن برنامه قبل من آیاتی رو خوندم، امروز هم باز آیات دیگری رو میخونم، با صلابت و استواری در برابر نظام کفر و نظام سلطه جهانی بیسته که حقوق مردم ایران رو بتونه بگیره و استیفا بکنه. اینا شاخصه هایی است که مردان خدا در قرآن این ویژگی ها رو دارن. ببینید، کل این ویژگی ها رو ما میتونیم در دو ویژگی خلاصه بکنیم: مقابل مستکبر ایستادن، به فکر مستضعف و محروم و فقیر بیچاره بودن. اینا لازم و ملزوم همه. ببینیم توی کاندیداها چه کسانی بیشتر، البته من عرض بکنم همه کاندیداهای ما این ویژگی ها رو به صورت نسبی دارن، این کف صلاحیت رو همه اینها دارن، ولی شورای نگهبان تأیید نمی‌کرد. اما خب زیاد و کم داره. ما بگردیم ببینیم چه کسی بیشتر این ویژگی ها رو دارا هست، به او رو انتخاب بکنیم و به او رأی بدیم. انشالله. بسیار خوب. خیلی متشکرم. اینم نکات بسیار مهمی که بیان شد. لطفاً یه بخش دیگه ای ببینید. برگردیم برای اینکه تقریب ذهنی بشه و یادآوری و اونایی که ندیدن در جریان قرار بگیرن. ما داشتیم راجع به چند ماهی راجع به مشاغلی صحبت میکنیم که در هر حال نوع درآمد اونها یه جورای اعانه بر اسم کمک کردن به گناه و به ظالم و ستمگر و به این دلیل حرام میشه. 8 مورد تا برنامه گذشته بیان شد. مورد 8 که بیان شد آیاتش گفته شد، منتها قرار شد یه مقدار راجع به مصادیق امروزیش بیشتر برامون صحبت بفرمایند، از این قرار که ما اگر که کمک کننده به دشمن مسلمین باشیم، کاری بکنیم و اموری رو انجام بدیم که اسباب قدرت پیدا کردن بیشتر و استیلای فراوانتر دشمنان اسلام و جامعه مسلمین باشند، این درآمدش حرامه و آیات رو هم بیان کردن. حالا انشالله یه بخشی ببینیم، برگردیم بریم سراغ مصداقهاش. آقا در خدمت شما. تقاضا میکنم عرض کنم محضرتون که همونطوری که اشاره فرمودید راجع به این صحبت کردیم که یکی از عوامل ناپاک شدن درآمد دوستی و کمک به دشمنان جامعه اسلامی است. هر شغلی، هر کاری که به نوعی خدمت به کفار قلم داد بشه و زمینه رو برای تقویت اونها و استیلای اونها بر جامعه اسلامی فراهم بکنه. من اول لازمه یه نکته رو عرض بکنم جناب یراق بافان عزیز، که گاهی خیلی ها سوال میکنن، میگن شما این حرفی که میگید معنیش چیه؟ آیا معنیش اینه که ما باید با همه دنیا بجنگیم؟ آخه کافر که در دنیا ما خیلی داریم، شاید بیشتر مردم دنیا امروز از نگاه ما که مسلمان هستیم کفار محسوب میشن. این کلمه کافر که شما میگید یعنی ما باید با اکثر کشورها بجنگیم، باشون قطع ارتباط بکنیم؟ اینو من توضیح بدم، هرگز چنین چیزی رو نه قرآن به ما گفته، نه سیره و سنت پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام این بوده و نه تا به امروز جمهوری اسلامی چنین روی کردی داشته. من میخوام 2 آیه رو بخونم برای بینندگان عزیز که این 2 آیه بسیار مهمه، آیه 6 و 7 سوره ممتحنه. یکی از این 2 آیه
به ما دستور میدهد که با چه کسانی ارتباط نداشته باشیم. آیه دوم به ما نقشه راه رو ترسیم میکنه که با چه کسانی میتونیم ارتباط داشته باشیم. ببخشید من یه خواهشی دارم، اگه ممکنه اون قرآن رو بی زحمت خواهش میکنم محبت کنید، من در محضر مصحف باشم چون شما امر فرمودید قرآن نگاه کنید. سوره ممتحنه آیه 6 و 7. بله خوشم با شما. من دعای رو میخونم. آیه 6 خدای متعال میفرماید لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. من اول عرض بکنم سوره ممتحنه سوره براءت، یعنی سوره تبری از دشمنان خدا، کفار. کفار به معنی که بعد توضیح میدم. اصلا آیه اول این سوره میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. ای مؤمنین با دشمن من که دشمن خود شما هم هست دوست نشید. تلقون الیهم بالموده، با دشمنان من دست دوستی میدید. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، در حالی که اینها به آیات قرآن و به کتابهای آسمانی کفر ورزیدن. یخرجون الرسول و ایاکم، پیغمبر رو و شما رو از سرزمین هاتون بیرون کردن، غصب کردن ممالک شما رو. چرا این کارو کردن؟ ان تؤمنوا بالله ربکم، چون شما به خدا ایمان آوردید. بله. گناهتون چی بود؟ اینکه ایمان آوردید به خدا. و البته ایمان آوردن به خدا یک سری لوازم هم داره. چون ایمان آوردید قدرت پیدا کردید، مقابل ظلم ایستادید. چون مقابل ظلم ایستادید اجازه نمیدید اونها از شما سواری بگیرن، اونها از در خصومت با شما وارد شدن. ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی، اگه شما روحیه جهادی دارید، دنبال مجاهده هستید، و ابتغاء مرضاتی، اگر دنبال تحصیل رضایت من خدا هستید، با اینها دست دوستی ندید. تسرون الیهم بالموده، به صورت پنهانی با اینها دوستی برقرار میکنید. و انا اعلم و بما اخفیتم و ما اعلنتم، در حالی که من آشکار و نهان شما رو میدونم. و من یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل، اگر این کارو بکنید از راه منحرف شدید. خب تو این فضا که باز تو آیات بعدش، من خواهش میکنم آیه 4 رو هم ببینید، میفرماد قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه. آی مردم یک الگوی خوب میخوام بهتون معرفی بکنم، ابراهیم و اطرافیانش، دوستان او که با او بودن. چیکار کردن؟ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم، به قوم خودشون، البته قومی که بت پرست بودن، دشمن خدا بودن، گفتن ما از شما بیزاریم. و مما تعبدون من دون الله، از این بت ها ما متنفریم. کفرنا بكم، ما به شما کفر میورزیم، از شما فاصله میگیریم. و بدا بیننا و بینکم العداوه والبغضاء ابدا، هرگز بین ما و بین شما رابطه صافی نمیشه. حتی تؤمنوا بالله وحده، مگر اینکه شما هم مؤمن بشید و به خدا ایمان بیارید. خب اینم آیه 4، بخشی از آیه 4 تا میرسیم با آیه 6 و 7. تو این فضا که با این شدت خدای متعال ما را از ارتباط با کفار باز می‌داره، آیه 6 میگه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. حالا آیه 8 رو می‌فرمایید؟ آیه لا ینهاکم الله، حالا شمارش من اینجا ننوشتم. آیه 8 لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، خدای متعال شما رو باز نمی‌دارد و نهی نمی‌کند از ارتباط با اون کفاری که با شما سر جنگ ندارد. بله. ولم یخرجوکم من دیارکم، اونها که به تمامیت ارضی شما احترام میذارن، اونها که شما رو از سرزمین هاتون بیرون نکردن، مثل صهیونیست ها، مثل امریکایی ها که حامی یهودی ها و صهیونیست های غاصب هستن. اگه کسی اینجوری نباشه که شاید 90% کفار امروز اینجوری هن. با ما سر جنگ ندارن، ما رو از سرزمینمون بیرون نکردن. خدا شما رو نهی نمی کند ان تبروهم و تقسطوا الیهم، که با اینها نیکوکاری کنید. تبروهم بر یعنی کار نیک، یعنی رفتار پسندیده با اونها داشته باشید.
و تقسطوا الیهم، با اونها به عدالت رفتار بکنید. ان الله يحب المقسطین، یعنی اگر ما با یک کشوری مثلا فرض بفرمایید هندوستان که اکثر مردمش مسلمان نیستن، یک کشوری مثل چین، بله، یک کشوری مثل روسیه که حالا من نام نبرم دونه دونه، رابطه مبتنی بر عدالت داشته باشیم، خدا ما رو دوست داره. ان الله يحب المقسطین. انما ينهاكم الله، آیه بعد انما ادات حصره، فقط و فقط خدا شما رو از رابطه با این دسته از اشخاص نهی میکنه. ان الذين قاتلوكم في الدين، کسانی که به خاطر دین با شما جنگیدند. 8 سال برای چی؟ امریکای جنایتکار تحریک کرد کشورهایی رو که به جان مردم شریف ایران بیفتند. و اخرجوکم من دیارکم، کسانی که شما رو از سرزمین‌های خودتون بیرون کردن، مسلمان‌ها رو از سرزمین‌های اشغالی بیرون کردن. امروز برای چی میخوان این عالم بزرگوار جناب شیخ عیسی قاسم رو از بحرین بیرون بکنن؟ به چه حقی میخوان این کارو بکنن؟ ایشون بحرینیست، ایشون متولد اون سرزمینه، ایشون اهل اون سرزمینه، اونایی که مال اونجا نیستن باید از اونجا برن. اینا به پشتوانه امریکا دارن این کارو میکنن. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم، شما مسلمان ها رو از سرزمین هاتون بیرون کردن. و ظاهروا على اخراجكم، و به یکدیگر کمک رسوندن، پشت به پشت هم دادن برای اینکه شما رو از سرزمین هاتون بیرون بکنن. انما ينهاكم الله، درباره این دسته ان تولوهم، که ولایت اینها رو داشته باشید، ارتباط صمیمی و دوستانه با اینها داشته باشید. و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون، اگر با این دست از اشخاص ارتباط برقرار بکنید شما ظالم هستید. خب پس میبینیم بر اساس منطق قرآن این دو آیه سوره مبارکه ممتحنه، آیه 8 و 9 من تصحیح بکنم، آیه 8 و 9 خدای متعال ما را در سیاست خارجی و ارتباط با سایر اقوام و ملل کاملا آزاد گذاشته و این رابطه رابطه معقول و منطقی و دو طرفه‌ای باید باشه. اما ارتباط با ظالمان، مستکبران، اونهایی که حقوق مردم ما رو تضییع میکنن به جرم دینداری، که البته عرض کردم دینداری یعنی ایستادگی بر حق، دینداری یعنی دفاع از حق. آخه جرم مردم ایران چیه؟ جرمشون این است که اجازه چپاول ثروت‌هاشون رو توسط رژیم‌های دست نشانده ندادند. ما نمی‌خوایم شما نفت ما رو غارت بکنید، امکانات ما رو ببرید. می‌خوایم هر چی داریم مال خودمونه، دست خودمون باشه. جرمشون استقلال طلبی است که اینم دستور دینه. در واقع جرمشون دینداری است. با این کسانی که از سر خصومت با شما وارد میشن نباید. خب حالا اگر ما این ارتباط حرام است دیگه، قرآن کریم این ارتباط رو حرام اعلام کرده، در روایات هم فرمودن اگر خدا کاری رو حرام بکنه درآمدی که از قبل اون کار به دست بیاد حرامه. حالا ما اگر خدمتی به این دسته از دشمنان کردیم، همین دسته که عرض کردم، ارتباط با اونها گرفتیم، یعنی اونها که تو آیه 9 سوره ممتحنه بهشون اشاره شده، هر درآمدی از این راه به دست بیاریم حرامه. حالا خواهش میکنم اجازه بدیم ماش پخش کنیم بیاین، بعد جناب عالی لطفاً به این کلیت آره بسنده نفرمایید، مستاقا رو بگید که ماهای تلنگری بخوریم. همونطور که تو برنامه قبلی که به این موضوع پرداختیم اشاره فرمودید، تقریباً همه ماها اجازه نداریم خودمون رو مبرای از این موضوع و خطر بدونیم. و اتفاقاً همه ماها باید مواظب باشیم که این اتفاق برامون نیفته. چه جوری؟ با بیان مستاقا به نظرم مشخص میشه. بفرمایید. اگه احتمالاً تازه تشریف آوردین، سلام علیکم، ارادتمند، خیلی خوش آمدید. بحثمون راجع به درآمدهای ناپاک و حرامه. مورد هشتم از موارد اعانه بر اسم، دوستی و کمک کردن به دشمنان مسلمین بود که بعد آیاتش رو بیان فرمودن، امروز هم همینطور. حالا میخوام ببینیم مصداق اینا تو امروز زندگی من و شمایی که یک ایرانی هستیم، یک ایرانی مسلمان هستیم، چی میتونه باشه که انشاءالله میفرمایند و منم می‌نویسم. خواهش می‌کنم. این فعالیت‌ها میتونه در دو دسته تقسیم بشه.
دسته اول فعالیتایی که در جهت تضعیف نظام خود ما هست، دسته دوم فعالیتایی که در جهت تقویت نظام سلطه و نظام کفر هست. در این خصوص من عرض بکنم در این ایامی که ما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم، هر کسی به هر شکلی مردم را از حضور پای صندوق‌های رأی مأیوس بکنه و دلسرد بکنه با القای حرف‌هایی که این حرف‌ها برخواسته از مکتب مستکبران هست، این داره خدمت به اونها میکنه و داره تضعیف میکنه این نظام رو، حالا چه با سایت‌های خودشون، چه با مجلات، برنامه‌های تلویزیونی، حتی گاهی فوروارد کردن یه پیام، پیامی که نتیجهش دلسرد کردن مردم از حضور پای صندوق‌های رأی باشه. این بالخصوص مال این ایام یه مصداق خیلی بارز که باید توجه داشته باشیم. اما به صورت کلی اقداماتی که کمک به دشمن هست، من در برنامه قبل یه گوشهش اشاره کردم، میخوام امروز یه مقدار بازتر بکنم این موضوع رو. مسئله قاچاق کالا. بله. ببینید، کسی که کالاهایی رو که مشابه داخلی داره قاچاق میکنه و از مرزها به صورت غیر قانونی وارد میکنه، این داره خیانت میکنه به تولید کننده داخل. مقام معظم رهبری در آغاز سال جدید در حرم مطهر رضوی سلام الله علیه فرمودن باید واردات کالاهایی که مشابه داخلی داره حرام شرعی و قانونی شناخته بشه. کسانی که ترویج میکنند خرید این کالاها رو، من میخوام این رو خوب دقت بکنند، بعضی از عزیزانی که در رسانه ملی دارن فعالیت میکنن، نکنه وقت ما کالاهای وارداتی که مشابه داخلی داره بیایم ترویج بکنیم و مردم رو سوق بدیم به سمت خرید این کالاها، مخصوصا کالاهایی که تولید داخلی داره، داخلی داره و تولید کشورهای معاند ما هست. من حالا بیشتر رو این جنبه دارم سرمایه گذاری. اونا رو که معمولا ما تبلیغ نمی‌کنیم، می‌کنیم، دیدین شما؟ گاهی ممکنه باشه، بله، مواردی من دیدم، ولی حالا نمی‌خوام ریز بشم. ممکنه کسانی از طریق فضاهایی که در اختیار دارن، حالا بالاخره سایت‌هایی که دارن، مجلاتی که دارن، بعضی از همین کالاها رو تبلیغ بکنن. از طرف مقابل من میخوام این رو هم تولید کنندگان داخل خوب عنایت بکنن. اگر خدای نکرده ما کالایی رو که داریم تولید میکنیم میتونیم بهتر از این تولید کنیم، ولی این کار رو نمیکنیم، یه کالای به تعبیر عامیانش بنجل تولید میکنیم، کالایی که اون استحکام لازم رو نداره و باعث دلسرد شدن خریدار و مصرف کننده داخلی و اشتیاقش به سمت کالای خارجی میشه. بدبین میشن دیگه. بدبین میشن. هم خودشون همه دهن به دهن به همه میگه. اینم حرکت در همون مسیره. ولی زمان من میخوام عرض بکنم علاوه بر عناوینی که برنامه های قبل گفتیم، عرض کردیم قش در معامله، فریب دادن مسلمان، یه کالایی رو که تصور میکنه کالای سالم و خوبی است من بهش میدم، بعد از مدت کوتاه این کالا از کار میفته و دیگه بی ارزش میشه. علاوه بر این که از جهت قش و فریب دادن اشکال داره، از جهت مأیوس کردن مردم از تولید داخل و جلب توجهشون به تولیدات خارج هم اشکال مضاعف داره. آقای دکتر اجازه بدید من چند سوال بپرسم با اینکه بحث شما مونده. اول این سوال کلی رو بپرسم، معمولا محصولاتی که ما به عنوان محصولات غیر ایرانی هم تبلیغ میکنیم یا در جریانش قرار میگیریم از طریق رسانه ها، معمولا نمیگم همه رسانه ها، البته اینو شما مستحضرید با توجه به اشراف و مسئولیت ارشدی که در کشور دارید، اما ما قطعا در واحد بازرگانیمون در صدا و سیما توجه به این که چه کالایی تبلیغ بشه و چطور بشه با سری ویژگی ها داریم. بعضی از کالاهایی که خارجی هستن و غیر ایرانی، اینا محصول مشترکن به تعبیری، یعنی مثلا عنوان و برندش مال فلان کشوره، منتها این چه میدونم مونتاژش یا کلا جمع‌آوری کردنش یا یه بخشی از این عملیات تولید توسط ایران و ایرانی انجام میشه، اینا میخواد بگید اشکال داره؟ اونی که توسط ایران و ایرانی انجام میشه در واقع کالا الان منسوب به ایرانه،
این در واقع با این کالا داریم خدمت به کارگر ایرانی میکنیم و تبلیغ این کالا، ولی اون که منسوب نباشه شما لطفا جواب بدید. اگر منسوب نباشه نه اشکال داره، اینم همونطوره. ولی اون که ما انجام بدیم، ولی ما انجام بدیم تبلیغ اون برند و اون کشور میشه، اون برند ترویج اون کشوره و تو ذهن ها اقتدار اون کشور نهادی نمیشه. باز همون کشوری که آیه 9 سوره ممتحن است دیگه، نه آیه 8. نه نه، اون سایر کشورها که انتبروهم و تقسطوا الیهم، رابطه دوستانه داشته باشید، تبادل کالا داشته باشید، خرید فروش مشکلی نداره. البته در همون حوزه هم باید توجه داشته باشیم، کالای قاچاق حتی از کشورهایی که رابطه عادلانه با اونها داریم، کالای قاچاق وقتی وارد میشه، یعنی کالایی که بدون تعرفه گمرکی مناسب وارد کشور شده، اون که تکلیف روشنه، با قیمت خیلی ارزانی داره عرضه میشه، طبیعتاً تولید داخل رو ممکنه از بین ببره و نابود بکنه. هر نوع قاچاقی اشکال داره، این روشن روشن. حالا دیگه اصلا رو این هیچ توضیح و تفسیری نمیخواد. ولی اون اگر به صورت قانونی باشه، خب بالاخره این قانون باید تدبیر بکنه. البته همینجا هم این تا زمانی که قانونش نیومده وارد کننده مانعی نداره، مشکلی متوجه وارد کننده نیست، ولی قانون ما باید به این سمت بره، کالایی که مشابه داخلی داره اصلا اجازه ورودش داده نشه. شما یکی از این مصادیق که الان فرمودید که من تولید کننده بیام یه طوری جنس تولید بکنم که کیفیت نداشته باشه، حالا در مقایسه با خودش یا مقایسه با نمونه مشابه خارجیش، خریدار بخره بگه که ای بابا نگاه کن این یه جفت جورابو میخرم مثلا یه هفته کار میکنه، سه جفت میخرم یه هفته کار میکنه، اون یکی خارجی رو میخرم دو ماه برام کار میکنه. الان کسی که تولید کننده است ممکنه که بگه حاج آقا قبول، من میخوام متدین باشم، متشرع باشم، درآمدم حلال باشه. اما جواب بدید، الان من اگر بخوام در بازار رقابتی وانفسای امروزی با کالاهای فلان کشور و فلان کشور رقابت بکنم، مجبورم قیمت تمام شده رو بیارم پایین، و وقتی قیمت تمام شده رو میخوام بیارم پایین، باید مواد اولیه ضعیف‌تر استفاده بکنم، کیفیتمو بیارم پایین‌تر که مردم بخرن، بعد خب معلومه که این کیفیتش ان نهایه میاد پایین. من این وسط چه تقصیری دارم؟ اون کسی که در بازار وارداتو از فلان کشورها باز کرده، او رو باید برید شما مؤاخذه بکنید، نه من اینکه بخوام بتونم قیمتی تموم بکنم که بتونم رقابت کنم. بله، خب اینجا مسئله از دو ناحیه قابل بررسی هست، هم به لحاظ خلأهای قانونی اون کسانی که اجازه واردات این کالا رو میدن هم اونها مقصرن، هم این برادری که همچین سوالی میکنه، بالاخره شما جنس خوب به کار ببرید، سودتونم به حد اقل اکتفا بکنید، آرام آرام خود مرغوبیت کالای شما مبلغ کالای شما خواهد شد. ما بسیاری از اجناس خارجی رو مردم میبینن میخرن گاهی به قیمتهای مضاعف، برای که احساسشون و تلقیشون این است که جنس بهتری. پول اسمشو میدن، پول اسمشو میدن. چرا؟ چون خیال میکنن بله بهتره. ولی اگر بدونن کرده که واقعا این کیفیت با کیفیت جنس داخلی یکیه، هیچ عاقلی نمیره همچین هزینه‌ای بکنه فقط برای خاطر اسم، با علم به اینکه کیفیت یکیه. من میخوام عرض کنم اگر کیفیت خوب باشه، قیمت هم تا جایی که ممکنه بیاد پایین. البته خب نباید اون تولید کننده هم متضرر بشه، کارگرانش باید به حد کافی درآمد خوبی داشته باشن، خود اونها سود متنابهی رو و معقولی رو ببرن، اما تا جایی که ممکنه سود رو بیارن پایین، طبیعتاً جنس خوب خودش مبلغ و ترویج کننده خود جنس خواهد شد. ولی الان باید واقعیت رو اینطور در نظر گرفت که اگر بخوایم کالای ایرانی مناسب تولید بکنیم با کیفیت بسیار خوب، نمیگم تو همه چیا نه، تو یه سری از چیزا کیفیت درجه خیلی بهتر از نمونه خارجی، قیمتش هم حتی یک دوم یک سوم، اما بعضی از محصولات هم هستن که اگه بخواد کیفیتش قابل رقابت و یه پرده و یه پله بالاتر باشه، قیمتش چند پله بالاتر از نمونه حالا چه میدونم دیگه. ما ها متاسفانه میدونید خیلی کیفیت رو توجه نمی کنیم. کجایی اون بنده خدا تولید کننده میاد تولید میکنه، میاد مارک خارجی میزنه، ای بابا تو زحمت کشیدی، بابا کار توه، چرا به اسم خارج؟ میگه اگه بریمیسم ایرانیه و یه اسم ایرانی روش بذارم نمیخرن. این همون فرهنگیه که شما گفتید، یعنی ما یه وقتایی باید برای مملکتمون، برای کشورمون، برای ایرانی بودنمون حتی بیشتر هزینه بکنیم، بیشتر هزینه بکنیم، تولید کننده دستش به دهنش برسه، جنس بهتری تولید بکنه، محکم هم بهش بگیم اگر روش نوشت ساخته ایران میخرم. البته حالا سیستم های حمایتی دولتی هم باید به کمک بیاد. بله. اگر واقعا میبینن یه تولید کننده توانایی تولید جنس خوب رو داره ولی مشکلات اقتصادی داره،
خب دولت محترم میتونن وام هایی در اختیارشون بذارن، وام هایی که با بهره پایین در اختیار این عزیزان قرار بگیره که بتونن خودشون نشون بدن. ما استعدادهای زیادی در کشورمون داریم، همونطوری که در برخی از شاخه ها به دلیل حمایت های خاص امروز در جهان جزو کشورهای اول تا پنجم یا حتی نهایتا تا دهم هستیم، در صنایع موشکی، در صنعت نانو و خیلی از عرصه های دیگه جوان های ما تونستن خودشون رو اثبات بکنن. چرا تولید کننده جوراب ما نتونه یه جورابی که رقابت بکنه با جوراب غیر ایرانی تولید بکنه؟ مگه میشه نتونه؟ حتما میتونه. کمک میخواد، کمک از منابع دولتی نیاز داره. اگر یه مقداری در هزینه هامون صرفه جویی بکنیم، بعضی از تشریفات رو کم بکنیم، ساختارهای فسادزای کشور رو مسدود بکنیم، جلوی اختلاس ها و وام های معوقه و غیر قابل برگشت رو بگیریم، اونقدر پول هست که تولید کنندگان خوشفکر ما و توانمند ما بتونند کالایی رو تولید بکنند که قدرت رقابت با کالای خارجی رو داره. حالا این حرف که من میخوام بزنم حرف مدیران ارشد کشور، اونا باید بگن و تصمیم گیران و سیاست گذاران، منتها چه اشکالی داره؟ نه اصلاح کنم، حتما ضرورت داره که ما به تولیدمون برای ارتقاء کیفیت و پایین آمدن قیمت برای خرید مصرف کننده سوبسید بدیم، یارانه بدیم. باید بدیم دیگه. بله. وقتی اینجا هزینه بکنیم اون وقت ما بازدهیشو خیلی جای دیگه میبینیم. بله. ولی اگر نکنیم، من نمیخوام دیگه بشمارم، بیکار شدن، آسیب‌های اجتماعی، آسیب‌های اخلاقی، آسیب‌های بهداشت و بهداشت جسم و روح و خیلی از چیزهای دیگه‌ای که حالا تحکیم خانواده و موارد دیگه‌ای که به تبع این پیش میاد. پس این یارانه دادن برای این بخش قطعاً یک صرفه‌جویی است، قطعاً یک عقل معاشه. خب آقا خیلی ممنونم، ما یک دقیقه تقریباً 30 ثانیه وقت داریم. اگر خواهش میکنم من این جمله رو عرض بکنم، یکی دیگر از مصادیقی که خدمت به کفار محسوب میشه و تضعیف نظام اسلامی سوء مدیریت هست. مدیرانی که در جایگاه خودشون درست مدیریت نمی‌کنن و از فرصتی که در اختیارشون هست خوب بهره نمی‌برن، مایه سرفکندگی مسئولان بلندپایه نظام میشن، مایه یأس و سرخوردگی مردم میشن. اینها هم مصداق کمک به مستکبران و مستبدان هستند و باید نسبت به درآمدی که در خلال این نوع فعالیت ها به دست میارن واقعا یه تجدید نظری داشته باشم. خیلی خوب، خیلی متشکرم از استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حاج ابوالقاسم عزیزمون و از شما هم ممنون و متشکرم. انشالله که سفره هاتون پاک پاک، لقمه هاتون حلال حلال، ایامتون به کام، عزتتون مستدام، عاقبتتون ختم به خیر. و صلی الله علی محمد و آل محمد. خداحافظ.